سازمان کنشگران حقوق بشر افغانستان از دادگاه ب... های بین المللی خواسته که تحقیقات خود را در مورد تبعیز سیستماتیک طالبان علیه زنان آغاز کند. این نهاد با اشاره به بازداشت خودسرانه زنان و دختران هزاره و تاجیک خواستار پیگرد قضایی سران گروه طالبان شده است، این نهاد مدافع حقوق بشر روز یک شنبه سیزده هم اسفند با پخش اعلامی ای نوشته که افغانستان به هفت کنوانسیون مهم بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع هر نوع تبعیز علیه زنان پیوسته و ملزم به رعایت آن است کنشگران حقوق بشر افزوده که طالبان در بیش از دو سال نیم گذشته تمام مفاد این کنوانسیون و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را به صورت سیستماتیک نقض کرده است به باور این نهاد طالبان با نهادین سازی تبعیض مبتنی بر جنسیت در صدد حذف زنان از تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. بر پایه اعلامیه این سازمان حقوق بشری پیگرد قانونی سران گروه طالبان در مراجع بین المللی می منجر به تأمین عدالت برای پایان یافتن فرهنگ معافیت از مجازات شود. این نهاد از کشورهای عضو کنوانسیون من هر نوع تبعیض علیه زنان خواست که بدون در نظر داشتن هر نوع ملاحظه سیاسی علیه گروه طالبان در دادگاه های بین المللی ادالت پرونده باز کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مرتزا متحری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد با ما همراه هستند سلام وقتتون بخیر با توجه به اعلامیه جدید سازمان کنشگران حقوق بشر وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان و گروه های قومی در افغانستان در حال حاضر چگونه است؟ سلام و درود خدمت شما و همچنان سلام و درود خدمت بینندگان شبکه جهانی ما حسین علیه الصلاة و سلام خدمت شما عرض شود متاسفانه وضعیت زنان، کودکان و همچنان اقل قواید سخت طالبا بر زنان و بر دیگر اقوام افغانستان افزوده می شود که ما, ما در ماه های گذشته از زندانی کردن زنان شروع بر مردم هزاره در افغانستان اتفاق افتاد و همچنان وضعیت بعد در شاید کنونی کودکان در کارهای شاقه گرفته الا فروختنشان در بدل نان و دیگه موضوعات وضعیت به افغانستان روز به روز بر مردم هزاره و زنان بتر شده میره بله در نبود یک اجماع نظر در میان قدرت های دخیل در قضایی افغانستان امکان دادگاهی کردن طالبان در دادگاه های بین المللی تا چه حد عملی خواهد بود؟ خدمت شما هر شود پیام های مبنی بر ای که آیا طالبان دادگاه شود یا بر طالبان یک محکمه صورت بگیره متاسفانه به نظر من این پیام ها و این از یا پیشکش میشه این موضوعات موضوعات است که برای وضعیت فعلی افغانستان هیچ سود و هیچ فایده نداره اگر جهان به فکر مردم افغانستان است به فکر زنان و دختران افغان است اونا به فرصت اقدامات عملی را در برابر طالبا باشه بر مردم افغانستان مخصوصا بر مردم هزاره زنان و کودکان جلوگیریش از سوی حقوق بشر و دیگه سازمان ملل متحد و دیگه کشور دور است مردم افغانستان به شرایط کنونی مورد آزار و اذیت قرار دارند. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد